به راستی که شهیدان قیام آبان با خون خود مسیر حرکت به سوی پیروزی را در راستای شورشی سازش ناپذیر تا سرنگونی رژیم آخوندی به ثبت دادند و فصل جدیدی در قیام نوین مردم ایران که از دیماه 96 اوج گرفت گشودند. یکی از شورشی ترین مناطق استان البرز و شهرستان های آن بود. کرج، شهریار و رباط کریم از مناطقی بودند که لحظه های سرنگونی را پیش چشم آخوندها و پاسداران بزدلشان بود. نگاهی به صحنه های قیام در رباط کریم خود به اندازه کافی گویاست که جوانان شورشی در آن شهر چه کردند و در آینده چه ها خواهند کرد. صحنه هایی که البته با پیشتازی شورشی ترین رزماوران آزادی ساخته شدند. پیشتازان قهرمانانی که برای نشان دادن مسیر آزادی جان خود را فدیه رهایی خلقشان کردند. در این میان باید به ویژه از چند قهرمان مجاهد خلق نام برد که در این مسیر و در روزهای قیام پرشکوه آبان به شهادت رسیدند. از شهیدان سرفراز مجاهد خلق در شهر رباط کریم میتوان از محسن حسینی نام برد. مجاهد خلق محسن حسینی در سن 20 سالگی به شهادت رسید. مزدوران مستقر در فرمانداری رباط کریم سر پرشور این قهرمان خلق را هدف قرار داده و با شلیک گلوله به سر محسن او را به شهادت رسانده. یکی دیگر از مجاهدان پرشور و دلاور در رباط کریم مرتضی نوری قهرمانی 21 ساله بود. دلاوری که در میدان نبرد برای آزادی چون موجی پرخروش ساحل ناامیدی را در می‌نوردید و بارها پیشتازی صحنه‌های قیام را به دست می‌گرفت. مرتضی که در کسوت یک مجاهد خلق به میدان نبرد برای آزادی پای نهاد و جانانه به نبرد برخاست و عاشقانه جاودانه شد. مرتضی قهرمان از ناحیه کمر و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و شدیداً مجروح شد. این قهرمان مجاهد خلق در بیمارستان بر اثر جراحات ناشی از گلوله ها به شهادت رسید. پیشتازی و پاکبازی زنان از قیام دیماه 96 تا قیام آبان و دی 98 برای رژیم زنستیز آخوندها بسیار لرزاننده بود. یعنی هستید آرایی هستید یه مسافرش یک سافر مجاهد قهرمان مریم نوری، خواهر مجاهد شهید مرتضی نوری، یکی از زنان پیشتاز در صحنه‌های قیام در رباط کریم بود. مریم نوری شیرزنی از تبار زنان قهرمانی بود که برای آزادی مردم اسیر ایران مبارزه را برگزید. این شیرزن قهرمان در فرمانداری شهر رباط کریم به دست نیروهای جنایتکار رژیم به شهادت رسید. شهادت خواهر مجاهد مریم نوری در حافظه شهر ماندگار شده است. رزم و شهادت مریم به ویژه در میان زنان و دختران این شهر بسیار تأثیرگذار بود. جوانان قهرمان رباط کریم با آزادسازی مقطعی این شهر نشان دادند که چگونه میتوان حتی با دست خالی برخاست و آزادی را از حلقوم پاسداران بیرون کشید. Let's go.
که این ور کاملا هیچ مشکلی نیست. یکی دیگر از مناطق شورشی که در قیام آبان 98 باید از آن نام برد، شهرستان ورامین و مناطق نزدیک آن همچون قرچک، پیشوا و علی آباد پیشواست. مناطقی که موفق شدند با آزاد کردن مقطعی شهر و دیار خود نشان دهند، در همشکستن پاسداران با اتحاد و رزمندگی توده های شورشی مردم کاری شدنی و در چشم‌انداز است. قیام در این منطقه نیز به همت شهیدان سرفرازی اوج گرفت که برای شکستن سد یأس و بی‌اعتمادی جان خود را فدیه آرمان رهایی مردمشان کردند. شهیدان قیام مردم ایران مشعلداران شب‌سوزی بودند که نور امید را در دل تاریکی منتشر می‌کردند. از میان مشعلداران شبکوب دیار ورامین می‌توان از مجاهد شهید علی شاه‌سوند نام برد، جوانی 26 ساله از اهالی علی آباد پیشوای ورامین. مجاهد خلق علی شاه‌سوند در ورامین به شهادت رسید. شنبه شب 25 آبان در میانه میدان نبرد و درگیری های ورامین، پیکر علی بر خاک رنگی شده به خونش در غلطه. رژیم جنایتکار آخوندی پیکر این مجاهد قهرمان را به خانواده اش تحویل ندادند و در وحشت از جوشش خون این شهید قهرمان مجاهد تهدید کرده بود که نباید برای او مجلس عزا برگزار کنند. مشعل آزادی از دست شهیدان بر زمین نمی افتد، بلکه در قله دیگر و در دستان یاران پرشور شهیدان برافروخته است و نور جاودانه اش امید بخش روزهای نبرد است. وحشت رژیم ولایت فقیه از پیکر شهیدان نیز از این روز. در قرچک ورامین مجاهدی دیگر در رزم و پیکار برای آزادی بود، مجاهد شهید محمود ولی اللهی. محمود در شب 25 آبان ماه 98 در درگیری های ورامین در نبرد بود. آنگاه که خیابان‌های ورامین سرشار از فریادهای مرد بر خامنه ای بود و مراکز سرکوب در هم کوبیده می شد، محمود در اوج نبرد برای آزادی بود. محمود نیز سرانجام مورد اصابت گلوله جنایتکاران ولی فقیه قرار گرفت و شهید شد. رژیم جنایتکار آخوندی پیکر این مجاهد قهرمان را به خانواده‌اش تحویل نداد. محمود قهرمان در لحظه شهادت 40 ساله بود. مجاهد خلق موسی شاه‌سوند از شهیدان قهرمان در قیام آبان 98 بود. موسی 27 ساله و ساکن خیرآباد ورامین بود که در 25 آبان 98 در ورامین به شهادت رسید. جوانی شورشی و پرشور که در صحنه‌های قیام می‌خروشید و لرزه بر اندام مزدوران رژیم افکنده بود. پاسداران جنایتکار موسای قهرمان را هدف گلوله قرار دادند و این گونه بود که مجاهدی دیگر جان پاکش را فدای آزادی مردم ایران کرد. پیکر این مجاهد سرفراز پس از شهادت هم در رزم بود و رژیم در وحشت از شهادتش پیکرش را به خانواده‌اش تحویل نداد. شرح و وصف شهیدان ورامین در این دفتر نمی گنجد و یاران پرشور این مجاهدین شهید بر پیمان خیش تا روز رهایی مردم ایران استوارند.